این ویدیو میخوایم حواشی جشن تعیین جنسیت پارمیدا و کیارش رو با هم ببینیم، از معروف‌ترین بلاگرای اینستاگرام که تو این جشن تاکسیگل و سوگنگ رو با هم دیدن و این باعث کلی جنجال شده. بزنیم سراغ ویدیو. شوالی شدم. سوال شما هم بود فکر کنم. خیلی خوب، سلام بچه‌ها، چطورین؟ من کوپل خانم اینجام، کوپل ورلد. اوکی بچه ها، همونطور که میدونید پارمیدا و کیارش از معروف‌ترین بلاگرای اینستاگرام هستند که تو این چند سال اخیر کلی ترکیدن و با خبر بچه‌دار شدنشون دل همه رو بردن و کل اینستاگرامو ترکوندن. پارمیدا حامله است. بابا شدی. پارمیدا حامله است. حدوداً چند ماهی از کات کردن آریا و کوثر، آرتا و ربکا گذشته بود که حواشی این جشن شروع شد. قرار بود این جشن برای تعیین جنسیت بچه‌شون اتفاق بیفته و برگزار بشه و خب چون هلیا و ربکا با هم قهر بودن و تاکسیگر با یه سری از دوستای مشترکشون قهر بود، خیلی مردد بودن که به این جشن میرن یا نه. بچه‌ها، من به خیلی آماده شدم. این از لباسم. انقدر دیره همه بچه‌ها رفتن، ما هنوز کارامون رو نکردیم. می‌خوایم با خدا هری بیوتی هستن. واو. همه کارامون اومدن اینجا انجام دادن. موهام نگاه کن چقدر باحال شد. هم بالا هم گوشام معلوم نیست. میکاپم هم پایین چشام آبیه. با نگینای آبی. خب اصلا یه بار سعی کنیم بریم. اوه، یه نکته دیگه این که من مطمئنم بچه پارمیدا دختره، ولی لباس صورتی پیدا نکردم. واسه همین آبی پوشیده. اگه یه درصد پسر شد زای نشه، ولی دختره. دارم از همین یاد سود داری. اگه آره. بعد از جشن تو این جشن کلی آدم معروف می‌بینیم. برای مثال کلی خواننده معروف، مثلا آنتا تو این جشن بود، کلی اینستاگرامر معروف، همه با پیجای میلیونی. و یکی از باحال‌ترین کسایی که تو این جشن بود ربکا بود. تاکسیگرل و ربکا دوباره با هم توی قاب دیده شدن. ببین آره لباسم صورتی. امروز فکر کنم نیستی می‌خواستم زنگ بزنم بگم تو رو خدا بیای امروز. آفرین. خودم اصلا بیشتر اینه که پسرم، که باورت میشه. ولی ببین چون تولدم آبی بودم دیگه حتی ربطی هم نداره. ولی خیلی خب بچه ها، بوم‌ترین خبری که از این جشن اومد بیرون عکس و فیلم سوگنگ و تاکسیگل با هم بود که همین باعث شد کلی هیت بگیرن و خیلی راجبش صحبت بکنن. بریم اول اون ویدیو رو با هم ببینیم. ماما جان میخوام این وسط بتره کنید، اگه بیاید برقصید من شادترش میکنم، پر انرژی ترش میکنم دیگه. آره خلاصه بچه، همونطور که دیدید سوگنگ هم تو این جشن بود و خیلی ها باعث شدن که به سوگنگ هیت بدن، به خاطر اینکه سوگنگ با فرشاد سایلنت و آریا رفیقه و الان توی جشن با تاکسی گرل داره وقت میگذرونه، مهمونی میگیره و از اینجور صحبت ها. نظر شما چیه؟ اهم این خبرها که بگذاریم، بالاخره جشن تعیین جنسیت برگزار شد با کلی اتفاق خوب، با کلی حس خوب. بریم بخشی از این ویدیو و این جشن رو با هم ببینیم و کلی حس خوب بگیریم. ربکا هست. نه من خود رو نمیزم. من باید بزنیم. یک دو سه شوشو.
بچه از اینا که بگذاریم، این جشن خیلی 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 گنده بود. خیلی خیلی آدم های مختلف و معروف و اینفلوئنسر و آدم های خیلی کله گنده تو این جشن حضور داشتن و همین باعث شد که این جشن کلی بهتره که ویدیوش تو اینستاگرام کلی وایرال شه و همه مردم این ویدیو رو ببین. اوکی؟ یکی از غمگین‌ترین و ناراحت کننده ترین چیزایی که تو این جشن دیده میشد نبودن الیا و رها بود که قبلا با ربکا کلی رفیق بودن، ولی به خاطر کات کردنش با آرتا اونا هم مجبور شدن رابطه‌شون رو قطع کنن، قهر کنن و بینشون کلی دراما و حاشیه اتفاق بیفته و دیگه نه همو ببینن نه با هم صحبتی داشته باشن و همین باعث شد که به جشن تعیین جنسیت نیاد. همونطور که دیدید بچه ها کوثر تو این جشن بود، ولی کوثر دلش نمیخواست به این جشن بره و اصلا همه چی تو یه ساعت اتفاق افتاد و به این جشن رفت و اینجا یه صحبت هایی با فناش کرده تو تلگرام، بریم هم گوش بدیم. خواستم بدونید که من مسیجتون رو خوندم، کلی انرژی مثبت ازتون گرفتم امشب. با اینکه حالم بد بود میگم تا دقیقه آخر اصلا نمیدونستم برم یا نرم، ولی بچه ها خیلی بهم گفتن که بیا، بهتر است که تو خونه باشی و خیلی خیلی خوشحالم که رفتم. کلی بهم خوش گذشت، جای همتون خالی. نینی پارمیدام پسر صد، لباس منم آبی بود ولی من فکر میکردم واقعا دختره. خلاصه این که خواستم بدونید که کلی 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 دوستتون دارم، به خصوص شما بچه های تلگرام که خیلی دوست دارم. مرسی از همتون واسه انرژی قشنگی که واسه من فرستادید. امشب واقعا حالم خوب بود و جای تک تکتون خالی. خیلی خب بچه هیران ویدیو امروز، حتما نظر تو کامنتو بهم بگید، سابسکرایب بشن یادتون نره و اینکه تو کامنتو بنویسید کپول خان خنگه الکی بیدلیل عشق منید، سابسکرایب بشن یادتون نره. تا ویدیو بعدی میبینم تون. این ویدیو اینجا هم خیلی باحال و خفنه، تا آخرشو ببینید کلی کیف میکنید و لذت میبرید. تا ویدیو بعدی، بای بای.